خامنه ای که در تعادل قوای سیاسی داخلی و بین المللی از قیام سراسری شکست خورده، حالا آدم ربایی، دزدیدن معترضان و ناپدید کردن اونها رو سیاست رعب افکنی اتاق فکر نظامش کرده. اما جامعه ای که به وسعت ایران از تمامیت این نظام عبور کرده و سرنگونی اون کف مطالبات قیام و خیزش روزانه اش شده، مغلوب این رذالت ها، دناعت ها و جنایت خامنه ای و دژخیم های پلیدش نمیشه و نخواهد شد. هموطنانمون حالا باید در قبال این استیصال خامنه ای و نظام جنایتکارش که میخواد با آدم ربایی سیاست النصر به رعب، یعنی موفقیت با ایجاد رعب و وحشت رو شایع بکنه، تاکتیکای مناسب به کار بگیرن. مثلا تکی تردد نکنن، لازمه همواره رد همدیگر رو داشته باشن، لازمه برای هر تردد طرح مشخص برای رفت و برگشت داشته باشن، در صورت لزوم با تولید کلیپ‌های کوتاه از سلامت فیزیکی خودشون اطلاع رسانی کنن تا وزارت اطلاعات خامنه ای نتونه تاکتیک‌های رایج آدم ربایی در این 3 ماه رو علیه شرکت کنندگان در قیام استفاده کنه. بله، با اراده ای همبسته، با تسلط بر شرایط متحول شونده قیام، با هوشیاری ملی، اتحاد سراسری و داشتن راهکارهای مناسب، تاکتیک های بزدلان جانی خامنه ای رو برهم زده و این اراده جمعی، هوشیاری، اتحاد، شجاعت و خلاقیت رو تضمین ادامه و استمرار قیام بکنیم. یکان یکان شدیم به جنگ شب رویم، که اسم اختلاف را همیشه بشکریم. یکان یکان شدیم، ارتشی گران شدیم، در آسمان شهر رهد بی امان شدیم.